سر خط خبرها. سه رقمی شدن آمار جانباختگان کرونا در ایران، محدودیت تجمعات تمدید شد. اسلامی ایران انتظار داره که تصمیم‌های لازم و ضروری در طرف‌های مقابل به ویژه در واشنگتن اتخاذ شده باشه. ادامه مذاکرات احیای برجام از فردا. روسیه میگوید گفتگوها ظاهراً در مرحله نهایی است. نگرانی فرستاده ویژه سازمان ملل از ناپدید شدن فعالان زن در افغانستان. طالبان میگوید تلاش برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. و آهسته ترین کنسرت موسیقی که 21 سال پیش شروع شد. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در ایران آمار رسمی جانباختگان کرونا در یک شبانه روز دوباره سه رقمی شده. وزارت بهداشت میگوید از حدود سه هفته پیش کشور وارد موج ششم شیوع کرونا شده و آمار ابتلا همچنان سیر صعودی دارد. در این شرایط بعضی محدودیت‌های تجمعات تمدید شده. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. تهران این روزها دوباره همهمه و قوغاست. قوقای ویروس کرونا. وزارت بهداشت میگوید کرونا در همه پایتخت و شهرستان‌های تابعه پخش شده. از ابتدای بهمن که وارد موج ششم شدیم، آمار ابتلا حدود 160 تا 200 درصد رشد داشته و هر روز نسبت به روز قبل حدود 10 تا 15 درصد افزایش موارد را شاهد هستیم. پیش بینی می‌شود در هفته آخر بهمن و هفته اول اسفند شرایط ابتلای بسیار بالایی را تجربه کنیم. موارد بستری هم رو به افزایش است. به گفته وزارت بهداشت نیمی از بستری شدگان در پایتخت بالای 50 سال دارند و حدود 20 درصد زیر 10 سال. با این حال وزارت آموزش و پرورش میگوید راه حل تعطیلی همه مدارس نیست، بلکه باید پروتکل ها رعایت شود. وزیر آموزش و پرورش البته اعلام کرده که مدارس در مناطق مشکل دار باید تعطیل شوند، اما توضیح بیشتری نداده. گسترش ویروس کرونا در بقیه شهرهای کشور هم رو به افزایش است. در شبانه روز گذشته حدود 40 هزار مورد ابتلای تازه ثبت شده. آمار رسمی جانباختگان هم امروز دوباره سه رقمی شد و به 104 نفر رسید. ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده که بعضی محدودیت‌ها برای دو هفته تمدید می‌شوند. جلسات اداری در اماکن سربسته با سقف حداکثر 30 نفر و مدت 90 دقیقه اتفاق بیفته. تجمعات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، آیینی که باز در اماکن مسقف هست، اونم تا 20 درصد ظرفیت اون فضا و باز هم به مدت حداکثر 90 دقیقه. در روزهای گذشته جشن‌های سالگرد انقلاب در شهرهای مختلف برگزار شده. در بسیاری از موارد بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی. در مورد راهپیمایی 22 بهمن اما هنوز تصمیم گیری نشده. الزامی به در حقیقت وزارت کشور و وزارت بهداشت ایجاد شد که شکل جدید و نحوه جدیدی از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن رو طراحی بکنن و پیشنهاد بدن که متفاوت از سالهای گذشته و با توجه به رنگ‌بندی شهرها و میزانی که با بیماری کرونا درگیر هستن طراحی جدیدی داشته باشه. این در حالی است که بیشتر مناطق ایران کم و بیش درگیر شیوع کرونا هستند. وزیر بهداشت دیروز گفته بود دیگر نیازی به آزمایش PCR نیست. اگر شخصی سرما خورد، احتمالاً اومیکرون گرفته. رد پای کرونا این روزها همه جا هست. فیروزه اکبریان، بی بی سی. سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار از تهران با ما هستند. آقای خداکرمی، مشاهدات شما چی از وضعیت کرونا است در تهران؟ این روزها تقریبا میتونم بگم که هر یک از در واقع دوستان و همکاران رو که سراغ میگیریم تقریبا میشه گفت که قریب اتفاقشون اومیکرون گرفته. خود من الان در روز چهارم بیماری هستم و تقریبا هر یک از دوستان که احوال بندر جویا شدن یا من احوال اطرافیان رو جویا میشم اومیکرون دارن.
خبرها از بیمارستان‌ها چطوره؟ چون به هر حال گفته شده که اومیکرون ممکنه که کمتر باعث بیماری حاد بشه. آیا شرایط بیمارستان‌ها طوری هست که با کمبود تخت مواجه بشن، چیزی که ما قبلا دیده بودیم در اوایل شیوع کرونا؟ ببینید، ما در پیک ششم همگیری کووید 19 هستیم و این پیک با سویه اومیکرون در شرایطی ایجاد شده که وقتی نمودارها رو نگاه میکنیم به شدت اوج گرفته، در طول مدت بسیار کوتاهی به شدت اوج گرفته. کادر درمان بعد از 2 سال به شدت یا سخت خورده است، خسته است، و در همین شرایط میبینیم که در استان تهران اغلب مقامات درمانی ابراز میکنن که مرکز درمانی در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارن. تخت های بیمارستانی عمدتاً در واقع توسط بیماران کرونایی اشغال شده. از اون سمت نگاه میکنیم که دوز سوم واکسن در کشور با یک آمار بسیار پایینی تزریق شده، چیزی قریب به کمتر از 20 میلیون نفر از مردم دوز سوم رو زدن، در شرایطی که در واقع دوز سوم با یک چنین آمار کمی مواجه شده و از اون سمت رعایت پروتکل های بهداشتی به کمتر از 60% رسیده. و از اون چرا دلیلش رو شما چه میدونید آقای خودکرمی؟ اینکه واکسن کمتر زده میشه یا اینکه رعایت پروتکل ها کاهش پیدا کرده؟ آیا واکسن مردم نمیخوان بزنن یا نیست، و چرا پروتکل ها رعایت نمیکنن؟ خب ببینید، واکسن های در دسترس عمدتا واکسن هایی که مطلوب مردم بوده یا وارد نشده اساسا از ابتدا، و یا اینکه با یک حجم بسیار کمی وارد شده. از سمت مقابل در واقع نگاه مردم به مدیریت این همگیری در طول 2 سال گذشته بسیاری از مردم رو دلسرد کرده، و من فکر میکنم که این دلسردی که نسبت به وضعیت معیشتی مردم وجود داره و از اون سبب مدیریت در واقع ناکارآمد همگیری کرونا در ایران، چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی، همه اینها سبب شده که هم در واقع اومیکرون پیشتازی بکنه و همین که مردم کمتر اهمیت بده. خیلی ممنونم ازتون سجاد خودکرمی، روزنامه‌نگار از تهران. امیدوارم که زودتر حالتون خوب بشه. دو خبر کوتاه. تولید کنندگان واکسن آسترازنیکا میگویند که سیاستمداران با ایجاد مانع در برابر توزیع این واکسن به اعتبار آن ضربه زده و احتمالاً باعث مرگ صدها هزار نفر شدند. آسترازنیکا از اولین واکسن‌های تولید شده برای کرونا بود، اما بسیاری از کشورهای اروپایی ابتدا مجوز استفاده از آن برای افراد مسن را صادر نکردند. همچنین به احتمال بسیار ضعیف لخته شدن خون بعضی از تزریق آن اجتناب کردن. از مزایای این واکسن ارزان بودن و نگهداری آسان‌تر آن است. شهردار اتاوا در کانادا میگوید که اعتراض کامیونداران به محدودیت‌های کرونا و واکسیناسیون اجباری از کنترل نیروهای دولتی خارج شده. او با اعلام وضعیت اضطراری در پایتخت کانادا گفته که مردم شهر با خطرات جدی روبرو هستند. اعتراض کامیونداران وارد 10 روز خود شده و مردم مرکز شهر تقریبا تعطیل است. مذاکرات احیای برجام فردا در وین از سر گرفته می شود. مقام های ایرانی همچنان بر لغو کامل تحریم ها پافشاری می کنند. از سوی دیگر مقام های غربی می گویند زمان کوتاه است و ایران باید سریع تصمیم بگیرد. در این میان نماینده روسیه گفته که ظاهرا مذاکرات به مرحله نهایی رسیده. پرهام قبادی گزارش می دهد. مذاکرات احیای برجام فردا در وین شروع می شود. اما مواضع همه طرف ها همان است که بود. و حرف ها همان حرف های تکراری است. هیئت مذاکرات جمهوری اسلامی ایران، ایران باز هم گفت باید همه تحریم ها برداشته شود. موضوع رفع تحریم ها، موضوع انتفاع جمهوری اسلامی ایران از ابعاد رفع تحریمی و ابعاد اقتصادی برجام بسیار کلیدی است و خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تحریمی است. انتظار ما این هستش که هیئت ها وقتی به وین برمیگردن، هیئت ایالات متحده که به وین برمیگرده، با دستورالعمل روشن در خصوص عمل به تعهداتش در چارچوب برجام و حوزه رفع تحریمی برگرده.
علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران هم در توییتی همین حرف را تکرار کرد. دستور کار مذاکره کنندگان ایرانی برای ادامه دوره هشتم گفتگوها به دقت مشخص شده است. توافقی که طی آن تحریم‌های شکل دهنده فشار حداکثری رفع نشود، موجب شرطی شدن اقتصاد کشور شده و نمی‌تواند مبنای توافق خوب باشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز گفت در مذاکرات بعضی از خواسته های ایران در مورد رفع تحریم ها مورد توجه قرار نگرفته. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه هم در توییتی گفت که توافق نزدیک است. پس از یک وقفه کوتاه مذاکرات وین فردا از سر گرفته می شود. مذاکرات ظاهراً در مرحله نهایی است که به عزم و تلاش های پر انرژی تمامی طرف ها نیاز دارد تا به مقصد نهایی برسد که به معنی احیای کامل برجام از جمله رفع تحریم هاست. دو روز پیش هم رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به شبکه MSNBC آمریکا گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنوز به احیای برجام اعتقاد دارد. اسرائیل هم مثل همیشه نگران احیای برجام است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در تماسی تلفنی با جو بایدن درباره متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران صحبت کردند. اولاف شولت صدر اعظم آلمان هم در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست مانند شرکای غربی دیگرش درباره زمان رسیدن به توافق اینطور گفت: به ایران بستگی دارد. به آنها پیام واضح دادیم که الان زمان تصمیم گیری است و نه زمان طولانی کردن روند مذاکرات. ما توانایی ایران برای داشتن بمب اتمی را نمیپذیریم. زمان زیادی باقی نمانده چون از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران آگاهیم. دور هشتم مذاکرات در حالی فردا شروع می شود که هیچ نشانه ملموسی برای رسیدن به توافق فعلا وجود ندارد. اما بعضی مقام های ایرانی به توافق امیدوارند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز گفت اگر تحریم ها برداشته شود، ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح می شود. به خصوص در زمینه موشک و پهپاد. پرهام قبادی، BBC. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش در مرز روسیه و اوکراین ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش به مسکو رفته. آقای مکرون به خبرنگاران گفته که نگرانی‌های امنیتی روسیه را درک می‌کند، اما تمامیت ارضی و امنیت اوکراین قابل مذاکره نیست. روسیه بیش از 110 هزار سرباز را پشت مرز اوکراین مستقر کرده. احمد وخشیته، استادیار دانشگاه دوستی ملل روسیه در مسکو، از همیشه با ما هستند. آقای وخشیته، آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه اولین رهبری کشور غرب اروپا است که بعد از بالا گرفتن تنش‌ها داره به مسکو سفر میکنه. چقدر این نقش میانجیگری که آقای مکرون داره میگیره میتونه کمک کنه به اینکه مانع از وقوع جنگ بشه؟ اوضاع به قدری پیچیده است که نمیتونیم انتظار یک تغییر ناگهانی رو و قاطع رو داشته باشیم بعد از این جلسه که به وقت مسکو گفته میشه 20 دقیقه دیگه قرار هست آغاز بشه. اما به نظر من میتونه این ظرفیت برخوردار باشه که این دیدار به یک نقطه عطف تبدیل بشه برای کاهش تنش‌ها بین روسیه و غرب. و نباید فراموش بکنیم نقشی که فرانسه در سال 2008 هم ایفا کرد برای کاهش بحران گرجستان، زمانی که آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بود و دیدارهایی رو با آقای مدودف داشت. و من فکر میکنم که تلاش هایی که آقای مکرون طی این هفته های اخیر انجام داده، با طرفین مختلف گفتگو کرده و حالا امروز هم به مسکو اومده و ظاهرا قرار هست که دوباره به کیف ایشون برن، من فکر میکنم خود این خیلی نکته مثبتی هست و میتونه یک پالس مهمی باشه. اون چیزی که خیلی برای مسکو مهمه اینه که اون تضمین‌های امنیتی که مد نظرش هست رو بتونه کسب بکنه و طبیعی هست اگر ما باز بخوایم برگردیم به عطف همون مذاکرات 2008 در موضوع گرجستان، در صورتی میتونیم بگیم که به نتیجه میرسه که هم طرف روسی بپذیره که نیروهای خودش رو در
کنار مرز اوکراین کاهش بده، یعنی یک پالس مثبتی رو هم روسیه ولی به نظر نمیرسه. یعنی اینکه این نگرانی‌های امنیتی رو بارها مسکو تکرار کرده. آقای مکرون الان میگه که باید به هر حال به این نگرانی‌ها توجه کرد و بهش احترام گذاشت، اما در عمل پاسخی که به صورت کتبی گرفته روسیه اینه که نمیشه مذاکره کرد بر سر یک پارچگی اوکراین، بر سر تمامیت و ارضی اوکراین، اما بیاین درباره برفرض مسائل سلاح‌های هسته‌ای صحبت کنیم. به نظر میرسه همونطور که خودتون گفتین یک گره‌ای هستش که شاید آقای مکرون انقدر وزن دیپلماتیک نداشته باشه برای اینکه بخواد باز کنه. از نظر آقای پوتین آیا چنین وزنی دیده میشه؟ آقای مکرون مطرح کردن که ایده هایی رو دارن. کنفرانس مطبوعاتی هم که امروز آقای پسکوف داشت ساعتی پیش، سخنگوی کرملین، او البته گفت که ما انتظار نداریم که شرایط تغییر بکنه، اما ابراز امیدواری هم کرد به ایده هایی که از سمت آقای مکرون قرار مطرح بشه. من فکر میکنم که برایند گفتگوها رو، برایند اظهار نظرها رو اگر توجه داشته باشیم، هم رفتارهایی که آقای مکرون مشخص داشتن، حتی مواضعی که روسیه داشته، گفته میشه وزیر خارجه بریتانیا هم قرار هستش در هفته آینده به مسکو بیاد، برایند همه اینها نشون میده که هیچ کدوم از طرفین به دنبال جنگ نیستن، بلکه اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم یک تنشی هست برای اینکه طرفین تلاش میکنن افزایش چانه زنی داشته باشند در این تضمین های امنیتی. به هر حال همون قدری که روسیه بیم سیاست درهای باز ناتو رو داره، اروپا هم این بیم رو داره که به عنوان مثال مثلا در پروژه نورد استریم 2 مبادا اروپا وابسته بشه به روسیه. خیلی ممنونم ازتون. احمد بخشیت، استادیار دانشگاه دوستی ملل روسیه در مسکو. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران دوباره 3 رقمی شد. مذاکرات احیای برجام فردا در وین از سر گرفته می شود. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در دیدار با معاون نخست وزیر طالبان نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت فعالان زن که ناپدید شدند ابراز کرده. دبورا لاینز گفته که جامعه جهانی بدون احترام به حقوق همه افغان‌ها از این کشور حمایت نمی‌کند. یک سخنگوی طالبان میگوید که معاون نخست وزیر به نماینده سازمان ملل گفته تلاش برای پیدا کردن فعالان زن که ناپدید شدند ادامه دارد. بعضی از کنشگران افغان میگویند که طالبان آنها را ربودند، ولی خود طالبان این را تکذیب میکنند. همکارم داوود قاری‌زاده اینجاست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. داوود، داریم میبینیم که فشارها به هر حال داره بیشتر میشه درباره وضعیتی که این زنان دارن. چقدر امید هستش که به هر حال پیدا بشن و برگردن؟ خب مشکل اینجاست، همونطور که در مقدمه ما آمد، طالبان میگن که ما تلاش میکنیم تا این زنهایی که ناپدید شدن رو پیدا کنیم، یعنی مسئولیت به عهده نمیگیرن، که نمیگن که ما بازداشتش کردیم، ولی همه معتقدن، هر کشور خارجی که شما باهاشون وقت نگاه میکنیم به توییتاشون و بیانیه‌هایشون، اینا همه طالبان رو مقصر میدن و میگن شما هستین که اینا رو بردین. بنابراین در همچون یک شرایط امید چندان هم نیست. طالبان بیشتر سعی کردن که به نحو به جامعه جهانی بگن خب ما خبر نداریم همچون کار صورت گرفته اینا. البته با کسانی که صحبت شدن مثل مولوی عبدالکبیر که معاون نخست وزیر طالبان هست، خب دو تا مسئله است. یکی که این نشان میده که در بین خود طالبان هم یک دوگانگی بسیار جدی وجود داره، که یک بخشش ممکن است رفته این دخترها را بازداشت کرده باشن، که یک بخش دیگه از طالبان خبر ندارن، یا حداقل اگر خبر هم دارن نمیتونن چیز از دستشان نمیاد، او توانایی را ندارن که برن به او بخش به اصطلاح تندرو به طالبان که بازداشت کردن دخترها را بهشون بگن که خب شما اینا را آزاد کنید. ولی روی هم رفته وقتی شما به واکنش های جهانی نگاه میکنین، همه فشار را به طالبان وارد کردن و گفتن شما پاسخگو هستین و شما باید اینا را آزاد کنین. به طور مثال فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته که طالبان دولت موقت اعلام کردن و مدعی ان که دولت مردمی است میگه، ولی بازداشت های فراقانونی، ببینید اینا همه میگن شما بازداشت کردین، در واقع خطاب به طالبان میگن، میگن بازداشت های فراقانونی شهروندان و ناپدید شدن ها، میگه این ادعای شما را زیر سوال میبره و برخلاف تعهدات شماست که قبلا گفته بودین که ما با حقوق بشر احترام میگذاریم از این حرفا.
بنابراین این واکنش های جهانی خیلی زیاد است. سفیر غیر مقیم آلمان هم گفته که با منتقدان نباید مثل دشمن برخورد کرد. ناپدید شدن ها، قتل منتقدان، اینا همه غیر قانونی هستند و گفته جهان با دقت رفتار شما را نگاه میکنه. نماینده اتحادیه اروپا و سفیر اتحادیه اروپا هم در افغانستان هم گفته که ناپدید شدن ها یادآور بدترین دوره تاریخ کشور هاست گفته و اگر طالبان درباره امنیت شهروندان افغانستان واقعا جدی هستند باید تمام زنان باید آزاد شوند. یک واکنش جالب دیگه هم از رینا امیری داریم که رینا امیری فرستاده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان هست که ای در توییت گفته بود که بازداشت ها هیچ نوع توجیه قانونی نداره و باید سریع متوقف شود و گفته اگر طالبان دنبال مشروعیت داخلی و خارجی هستند باید به حقوق بشر احترام بگذارن و این خانم ها را فورا آزاد کنند. خیلی ممنونم از همکارم داوود قاری‌زاده با ما. در سوئیس مردی که در تصادف رانندگی قطع نخاع شده بود، خب متاسفم من متنی رو که بهم داده بودن، خب برمیگردیم به اون خبر. اما قبلش گروه هکرهای سایبری عدالت علی میگوید که زندان قزل حصار کرج را هک کرده و به زودی تصاویر آن را منتشر خواهد کرد. این گروه همچنین مدارکی را در مورد اعتراضات آبان سال 98 برای بی بی سی فارسی ارسال کرده، از جمله لیستی شامل نام بیش از 1600 نفر که گفته شده از متهمان اعتراضات آبان 98 هستند. در میان این مدارک همچنین نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس آن زمان قوه قضاییه ایران دیده می شود که در آن از فهرست و از فرصت سازی از محکومان آبان سخن به میان آمده. بعضی از مدارک افشا شده دارای رده‌بندی امنیتی خیلی محرمانه هستند. نزدیک به 40 سال پیش جان کیج، آهنگساز آوانگارد، یک قطعه موسیقی نوشت با نام ارگ کلیسا، تا حد ممکن آهسته. یک گروه از هنرمندان در آلمان حرف او را گوش کردند و این قطعه را در ساختمان یک کلیسا تا حد ممکن به آهستگی اجرا می‌کنند. گزارش گیل مکللان را ببینید. Wait for it. صبر کنین. راستش هیچ عجله‌ای نیست. خیلی بیشتر از یک ساله که منتظریم این نوت سولدیز به نوت بعدی تغییر کنه. قطعه موسیقی تا جای ممکن آهسته اثر جان کیج، هنرمند آوانگاردی که 30 سال پیش درگذشت. یک گروه موسیقیدان که وقتش رو پیدا کردن در شهر هالورشتاد آلمان تصمیم گرفتن به آهستگی اجراش کنند. این پروژه حدود 21 سال پیش با یک ارگ کلیسا و در کلیسایی که به طور ویژه و به همین منظور بازسازی شده بود شروع شد. در تمام این کلیسا میتونین تجربهش کنین. یه جاهایی صدا شبیه بندر هامبورگه و یهو یه جای دیگه انگار توی موتورخونه یو میگه. نوازنده این نیست که ارگ رو بنوازه. کیسه های شنی پدالهاش رو پایین نگه می‌دارن و دستگاه های الکترونیکی جریان مداوم هوا رو در لوله های ارگ جاری می‌کنند. وقتی نوت تغییر می‌کنه که بذارین تماشاچی‌ها براتون بگن. خیلی صادقانه بگم اصلا نفهمیدم که نوت تغییر کرد. اونقدر که نامحسوس بود. خیلی برام جالب بود که اینطور زیاد دقت کنم. هی منتظر بودم که نوت تغییر کنه. نوت بعدی 2 سال دیگه اجرا میشه و اگه نوت بعدیش رو بخواین بشنوین باید سال 2640 برگردین اینجا. کنسرتی که 690 سال طول میکشه. به هزینه‌ای که براش کردین قطعا میارزه. گیل مکلن، بی بی سی نیوز. چند خبر کوتاه. دیوید ریچاردز، رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا، از جهان خواسته که برای جلوگیری از یک بحران نگران کننده انسانی در افغانستان دولت طالبان را به رسمیت بشناسد. 6 ماه بعد از به قدرت رسیدن طالبان هنوز هیچ کشوری دولت آنها را به رسمیت نشناخته. حتی کشورهای منطقه از جمله پاکستان و چین که با طالبان روابط نزدیکی دارند هنوز حاضر نشدند با آنها رابطه دیپلماتیک رسمی برقرار کنند. پیشتر تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، گفته بود به رسمیت شناختن طالبان بستگی به رفتار و شیوه برخورد آنها با شهروندان افغانستان دارد. در ایران رئیس پلیس فتا میگوید میزان کلاهبرداری رمزارزی نسبت به پارسال 6 تا 7 برابر شده.
وحید مجید به خبرگزاری نسیم آنلاین گفته که مشخص نبودن قانون در حوزه معاملات رمزارزی از علل این افزایش است. به دستور شورای عالی مبارزه با پولشویی و با تصویب هیئت دولت ایران، مبادله رمزارزها ممنوع است. وزارت خارجه ایران خبر توقف مذاکرات با عربستان سعودی را تایید کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی این وزارتخانه امروز در یک نشست خبری در تهران گفت که ادامه مذاکرات منوط به ایجاد اراده در ریاض است. او گفت که هر وقت این اراده شکل بگیرد، ایران آماده آغاز دور بعدی گفتگوها در بغداد است. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض 6 سال پیش و به دنبال حمله به سفارت و یک کنسولگری عربستان در ایران متوقف شد. پارلمان عراق نتوانست رئیس جمهوری را انتخاب کند. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری قرار بود امروز برگزار شود، اما این نشست به دلیل تحریم از سوی ائتلاف‌های اصلی حاضر در پارلمان به حد نصاب نرسید. با گذشت بیش از 3 ماه از برگزاری انتخابات پارلمان در عراق، نمایندگان موفق به انتخاب نخست وزیر هم نشدند. به پایان این بخش خبر میرسیم. متاسفانه نتونستیم گزارش رو براتون پخش کنیم، ولی حتما در بخش خبری دیگه بهش میپردازیم. ممنون که با ما همراه هستید.